بررسی فصل ششم سریال مطرح بلک میرر توی این برنامه همراه با نیک و سپر. بچه روال کانال مثل قبل برنامه همون جوری که قبل تولید می شده تولید خواهد شد. این یه ویژه برنامه است. علت و بهونش هم این بود که دیدیم سپر از کانادا اومده بعد از سالها ایران، گفتیم که چون یکی دو تا اپیزود هم با هم دیگه دیدیم، دور هم دیگه دیدیم خیلی باحاله در موردش که حرف میزنیم، چیزای جالبی داره مطرح میشه و نتیجه گیری یه سه نفرمون جذابه، این ایده به نظرمون رسید که در مورد فصل ششم بلک میرر بیام یه برنامه یه سه نفره بسازیم. سپر تو اولین یوتیوبر فارسی زبانی هستی که در مورد سینما تو یوتیوب محتوا تولید کرده؟ آره، تقریبا سال 2018 شروع کردم، تو اینستاگرام شروع کردم، بعدم اومدم تو یوتیوب. موقعی که من کار میکردم کسی رو، حداقل من نمیدونم کسی شروع کرده بود این کارو. من نمیشناختمش اون اوایلی که شروع کرده، من ندیدم کارش. سر اینستاگرامم خیلی بیشتر بول بودی تا یوتیوب. آره. بعد دیگه اومده تو یوتیوب. اینستاگرامم اون تایم بیشتر سر گیم آف ترونز بود. یعنی اون تحلیلایی که سر گیم آف ترونز میذاش خیلی میچرخ، فکر کنم بیشتری ویو هم گرفت. بعد یو هم شل کردی و دیگه. آره، من دیدی آدمای خز اومدن و مثلا احسان منصوری اینا اضافه شدن و اینا. نه دارم، اوکیه، نه خوبه اصلا. نه من خودم وقتی که شروع کردم سپه رو شناختم، یعنی قبلش نمیشناختمش. یعنی از رو تو کپی نزدم، یعنی از رو تو نه. البته میدونید که اولین بودن دلیل بر بهترین بودن. آره، این قشنگه. از کانادا هم را آمده گیرش همه وضعیتش. نه سپه جز اولین هاست، شاید اولین یوتیوبر واقعا فارسی زبانی که در مورد سینما حرف زده. خیلی کارش درسته، کم تولید محتوا میکنه. نه کارش درسته، من دوست دارم کارشو. خیلی کم کار میکنی؟ آره، بعضی وقتا من شورت کنسپت کن دارم، چون اونجا کار فول تایم هم دارم، یه ذره این سایدمه، واسه همین بعضی وقتا یه حدت دست در میاد. ولی مخاطباش خیلی دوستش دارن، خیلی آره، تأثیر دارن، لطف دارن. آره. وقتی خیلی بخوان بهش حال بدن میگن که چیه این احسان منصوری، دم خودت گرم فقط. اگه بخوان دیگه تو کامنت خیلی دیگه دیدم مثلا تو کامنت های تو هم میگن چقدر آفرین شبیه سپه داری میری. آفرین، دقیقا. خب بریم سراغ قسمت 5 تا اپیزوده، هر اپیزود داستانی مجزا مثل فصلهای دیگه. الان در مورد اپیزود اول بخواییم صحبت کنیم، نظرتون رو با تون بشتر. اپیزود اول اسمش هست جوان خیلی رزله. جوان is awful، درست گفتم؟ تلفظ انگلیسیم؟ آره، awful درست. قصه جوانه، یه دختر جوان به زندگی تقریبا متوسط که متوجه میشه زندگی شخصیش رو شرکت استریمبری تبدیل به یک شو، یک سریال تلویزیونی کرده که کل دنیا میتونن ببینن، حتی نقاط تاریک زندگیش رو. همه چیش داره لو میره و زندگیش داره نابود میشه. قصه از اینجا شروع میشه. نظر چی بود در موردش؟ به نظرم این قسمت بیشتر از قسمت‌های قبلی اون رنگ و بوی کلاسیک بلک میرور رو داشت. یعنی حس کردم دارم یه بلک میرور کلاسیک سیزن اول رو میبینم. مثلا همین اسم کنم گذاشتنش اولین قسمت تا اون حس بلک میرور رو بعد چند سال که خب تأخیرم داشتم به اون بده. آره موافقم. شاید جز معدود اپیزودهایی بود توی این فصل که واقعا به طور مشخص معلوم بود که مرتبط میشه به بلک میرر و به تکنولوژی خیلی وصل بود. دقیقاً. نظر تو چی بود؟ اولا اینکه من با یه اندینگ بدی از فصل 5 تمام کرده بودم. یه مقدار ناامیدم بودم. بعد دیگه حالا قسمت 1 یه مقدار برگشت و اون حالا المان‌هایی که ما نسبت به دنیای های تک و یا مثلا دیجیتال و خطراتش و اینا رو داشتیم و دوباره بازنمایی کرد. اینش برام جذاب بود. و حالا تو قسمت‌های بعدی من بیشتر دوست داشتم، میگم چرا، ولی این قسمت به قول قسمت بعدی بیشتر دوست داشتی؟ آره، قسمت بعدی بیشتر دوست داشتم، ولی درست میگه سپه، بیشتر اون بلک میرورش خیلی بیشتر بود، اون که آقا تذکر بده در مورد پیشرفته. جالبیش هم که حالا دوستام خودت هم بگی، هم خود نتفلیکسه که داره با خود پلتفرما شوخی میکنه، شوخی حالا میترسونه، و همین که یه مقدار با خود نتفلیکس شوخی کرد. You wanna watch. اس گذاشته بود ولی اون تیزره تیزر نتفلیکس. اصلا موضوعی که خود صدا دادام. آره اون مال نتفلیکس. سعیان اس با همون دادام چیز میاد نتفلیکس. فونتش همون پروداکت پلیسمنتی که کردن تو این سیزن خیلی به چشم میومد. یعنی نتفلیکس هم خودش رو داشت تبلیغ میکرد، هم خیلی پروداکت های دیگه. تو قسمت 2 ادوبی پریمیر رو قشنگ
تبلیغ فکر کنم 5 دقیقه داشتن تبلیغ. ولی خب بعد از این زاویه هم نگاه بکنی که عملاً ضد تبلیغ بود، اگر وجه شوخیشو بذاریم کنار، داشت تیکه مینداخت به خودش نتفلیکس. مثلا پسر گفت توی بچه‌ها اینو بگم که ما اسپویل داریم، ما یعنی کاملاً تمام این 5 اپیزود اسپویل میشن، تا الان اسپویل اتفاق نیفتاده، اما بیننده این برنامه اصولا باید این 5 قسمت رو دیده باشه. آره مگر اینکه براش مهم نباشه که اسپویل بشه، مهم راحت حرف بزنیم دیگه. شوخی میکرد اصلا با چیزهایی که تبدیل به قاعده شده، آره، قانون نوشته هاشو مثل اینکه شما LGBT ها، مثل LGBT ها، مثل سیاه پوستا، مسائل نجات پرستانه که حتما تو باید یه سیاه پوست داشته باشی، حتما باید تو فمینیسم رو همجنسگرا مثلا داشته باشی توی سریالت، فمینیسم رو باید رعایت بکنی. اینجا به نظرم اتفاقا چارلی بروکر جز کساییه که خیلی زیر بار نرفته. توی 5 اپیزود شما ببین دیگه، الان ما تو اوج این قضیه هستیم. توی 5 اپیزودش تقریبا میشه گفت که فقط در اپیزود اول ما یک شخصیت همجنسگرا داریم که اون هم خودش رو وقتی داخل تلویزیون کارکتری که داره نقشش رو بازی میکنه رو میبینه، شوخی میکنه، میگه که این چرا انقدر دیگه گیه، من انقدر گی نیستم، دارن شوخی میکنن با این قضیه که شما همه چیز رو قلف شده دارید میکنید. این حس خوبی نمیده. ماهیت خود فیلم تو فیلمه ها، تو برای اینکه بتونی بگی که آقا من نمیدونم، اینا حالا توی جنگ جهانی هم داشتیم دیگه، وقتی میای توی فیلمت میگی من تو فیلمم دارم در مورد این که یکی داره یه فیلمی رو میسازه کار میکنم، معمولا بازی ها اغراق‌آمیزه تو اون برداشتی که فیلم تو فیلمه، که این ور یه مقدار ریل تر حس بشه. یعنی تو اگر میخوای به این بپردازی که من درون یک فیلم دارم فیلم میسازم، مجبوری بازیاتو یه مقدار اغراق‌آمیزتر هم نشون بدی. اصلا این نکته رو خود اون مدیرعامل کمپانی که اتفاقا اسم و فامیلش ایرانیه، مونا جوادی فکر میکنم، و بازیگرش هم لیلان ایرانیه کلن آدمه، نمیدونم چرا مدیرعامل این شرکت ایرانیه، هیچ ذکرم نمیشه که این آدمه حالا مال کجاست. نه. ولی با حال برا من جالبه، یه خورده گوشامونو تیز میکنه، میگه من به این علت گفتم که بذاریم خیلی رزله، همه کاراکترها داستانی که داشتن میساختن خیلی رزله بود، برای اینکه جذاب‌تره، برای اینکه ریاکشن آدم‌هایی که خودشون رو می‌بینن و بیشتر برمی‌انگیزه و قصه دراماتیک‌تر میشه. چون که اپیزودهای کار مثلا کارداشیانا و سریالی که دارم، مثلا اپیزودهایی که دعواشون میشه بیشترین ویور رو داره، بیشتر تا اینکه همه گل و بلبل باشه. متأسفانه چون رسانه رو اینجوری انگار رسانه و مردم دست به دست هم دیگه میدن تا هی ما از واقعیت بیشتر فاصله بگیریم، دروغ تزریق بکنیم تو کاری که داره ادعای تقریبا اینو داره که من دارم یه کار رئال میسازم. ببین دروغ نبوده، بحث فیلمت بحث دروغ نه، بحث نشون دادن بخش سیاهه. اون بخش سیاه هم که من خودم هم تا یه جاییش آره با اون بخش موافقم، که تو در متن یکی حرف زدن یا بیای آقا یه فیلمی بسازی خوبیای یک نفر رو نشون بدی کجا، یا اینکه بیای نقاط ضعفش رو نشون بدی، اون موقع آدم قابل فهمتر رو هم زد. و اومد در مورد یک سیاستی هم حرف زد، گفت اوکی ما دو رویکرد داریم تو سریال سازی، بیایم یکی رو نشون بدیم که کلن پرفکته، آدم خوبیست، و بیایم این بخش از زندگیش رو نشون بدیم، یا نه بیایم بخش سیاهش رو نشون بدیم. خود مخاطب انتخاب کرده، چون این دو رویکرد ساخته شده دیگه در طول زمان، خود مخاطب انتخاب کرده که بره اون بخش سیاهه رو ببینه. چرا؟ چون این خودش به خود مخاطب آرامش میده. آقا مثلا من تو زندگیم اگر این سوتی رو دادم، ببین اینم داده، ولی وقتی میای همه خوبیاشو نشون میدی و آدم تو خونه چیپس جلوشه یه زندگیه، ببین اینو نمیتونی انکار بکنی که استریم میخواد پول در بیاره. یعنی اگه این کارو داره میکنه مثلا اینه که مانی بیشتر در بیاره، نه که فرهنگ سازی انجام بده. اینو در نظر بگیرید که داره خود سریال میگه آسیب به شدت جدی داره میزنه به اون آدمی که از روی زندگیش داره فیلم ساخته میشه، داشته سیگار میکشه، از دستش افتاده خورده تو سر کارمندی که تازه اخراج شده، تو استریم نشون میدن میندازه میزنه تو سرش. آره. آسیب میبینه دیگه، فکت نیست. یا میزان لاست زدنش با دوست پسر قبلیش توی بار
یه خورده لولش کمتر از اون چیزیه که به تصویر میکشن. داره اتفاقا به نظرم نقد میکنه این قضیه رو که شما اگر میخواین یه کاری رو بر مبنای واقعیت بسازین و ادعای اونو دارید که واقعیه و داستانی نیست، موظف یه کاری بکنی که اون آدم نابود نشه، حقیقتش رو نشون بدی، وجوه مثبتش و منفیش رو نشون بدی. کمون که اون آدم اصلا نمیدونسته که قراره از زندگیش یه سریال بسازن، نمیدونم الان داره چی رو نقد میکنه، چه چیزهایی رو مشابه این اتفاق ما در دنیای سینما داشتیم که من ازش مطلع نیستم چون حافظم ضعیفه. بیوگرافی اغلب همینه دیگه. خیلی خوب. زندگی بیوگرافیایی که ممکنه آدم راضی نباشه. بلوندی که گفتم بهتون، زندگی مریلی مونرو خب فقط اومده بود بخش دارک سایدش رو نشون داده بود. مثال سادهش، پیج مثلا یه پیج زرد تو یه دقیقاً ما داریم تو ایران دو تا پیج داریم، یه پیجی که میاد یه سری افراد رو که موفقاً معرفی میکنه، یه پیج هم داریم حاشیه و از اتفاقات زرد افراد رو نشون میده. بعد مخاطبه خب رفته اونور 100 برابر. حتی اینجوریه که فالو نمیکنم ولی میرم پستا رو میبینم تو اکسپلورم تو فلرم، اینو داریم. یه حقیقتی هم که توش هست، مثلا اون لحظه که سیگارو انداخته خورده تو سر اون، میتونه برداشتشون از ساب کانشسه باشه، یعنی ناخودآگاه میخواسته که درونی سیگارو بزنه سر اون ولی ساب کانشس بوده و این برداشتو کردن ساختنش. اصلا هیچ مشکلی با دختره نداشت. نه اون داستان چیز هست دیگه، یا روی عکس گرفته بودن طرف میگفت یه سر رو نشون میداد ولی از نیمروخ مثلا یه فاک نشون میداده. یعنی داشت میگفتش که از این زاویه نگاه بکنیم اون دختره وزوازی در آورده ولی ما حقیقتش رو میدونستیم که اتفاق سهوی بوده. ولی همون ور چیز بوده. سه تا نکته مثبتی که فعلا از این قسمت تو ذهنت مونده چی بوده؟ اینکه تک روش فوکوس کردن بعد مدت ها، مثلا تو این سیزن زیاد رو تک اصلا فوکوس نکرده بودن. سه تا نکته یکم زیاده میخواد. آیا اصلا سه تا مثبت هم نداره؟ سه تا مثبت نه، داره یکی تکه، یکی اکتینگشونه. به نظر من اکتینگشون خوب بود. خود دختر اصلی، اسم بازیگر اصلی چی بود یادتونه؟ آنی مورفیه. من خیلی نمیشناختمش ولی خب به اسم خودش هم توی سریال اسم خودش هم میاد. سلمه های تیکه میگه my asshole doesn't have a right. میگه اونجاش خیلی سخاسته. من احساس میکنم که برای خود اونوری هم، حالا تو بگو درسته یا غلط، برای خود اونوری هم یکم خط قرمز بود که همچین دیالوگی یه بازیگری تو لول سلمه های یک بیاد در مورد خودش بگه. اون تیکه که رفت تو چرچ، اون تیکه که رفت چرچ رو بالاخره بازی کرده دیگه. سلمه های که مثلا مذهبیه، کسی میدونه؟ نه به این میدونم خیلی مسیحیه مثلا. احتمالا نیست که همچین سکانسی رو بازی کرده. گفتن هست دیگه، گفتن چون مذهبیه دختر اون کارو کرد که این مثلا شاکیشه. ولی خب تو ببین تو سریال خودش مجبور شد این سکانس رو بازی کنه. آره. یکمی تضاد داره، تناقض داره. شاید نباشه یعنی. من اتفاقا بازی سلمه هایکو دوست نداشتم. یعنی به نظرم خیلی دیگه کاریکاتوری شده بود. کلا بازی خوبیه؟ نه، زیاد بازیگر خوبی نیست. یه بچه مثبت داره. آره. She's beautiful ولی زیاد ولی بازیگر خوبی آره، نیست. آره، معمولیه کاملا. و یکی از ضعف‌های مهم من اپیزود اول رو سلمه هایک میدونم. چون باعث میشد که کار بیش از اون لولی که فکر میکنم چارلی بروکر میخواست کمدی باشه. این اپیزود کمدیه. کمدیه که باید یه بک دارک داشته باشه. تا حدی موافقم. اون بک دارکشو من نمیگیرم. نمیدونم، فکر میکنم اینجوریه که چارلی بروکر این فیلمنامه اپیزود 1 قبل از اینکه چت جی پی تی بیاد نوشته. ولی با این ذهنیت اینو نوشته که فکر میکنه که صنعت سرگرمی یک روزگاری به صورت خودکار ساخته خواهد شد. و این هشداری نسبت به اون. ما هرو داشتیم خب. بالاخره هوش مصنوعی از دیرباز حرفش بوده. نه، محدود هوش مصنوعی محدود نمی‌کنم، اما اینکه یه ویدیویی بسازی، مثلا یه سریال هوش مصنوعی بسازه. اینکه هوش مصنوعی خودش یه سریال، چون یه ترای کردن دیگه چت جی پی تی بیاد برام فیلمنامه بنویس که ظاهرا چارلی بروکر کار کرده و چیز خوبی هم ازم در نیومده. برداشته خلاصه کرده اپیزودهای قبلی رو یه فیلمنامه‌ای بهش داده مسخره. اما این گمانو می‌کرده، از این جهت هم ویژگی مثبت دیگه که تلفیق شد با زمان انتشارش، تلفیق شد با زمانی که چت جی پی تی خیلی ترند الان. بازی بیشتر شد. اگر یک سال کل پکیج سریال دیرتر اسم خوش شد، یه قسمت مختص AI داشتیم. خیلی خوب. حالا برای اینکه خیلی طولانی نشه قسمت اول، من می‌خوام بدونم که برداشت می‌خواست چی بگه هر کدوم. به نظرم این رو
بگیم که حرف این اپیزود چی بود؟ یه موردی که داشت این بود که ترمز اند کاندیشنی که تو سایت های مختلف خب ما قبول میکنیم، یعنی هیچ کی تو میخونی؟ کسی میخونه اینجا ترمز اند کاندیشنو؟ یعنی این نوشته هایی که سایت ها اکسپت آلو میزنی مثلا ما نمیدونیم محتواش چیه. یه تیکر راست میگه به اون انداز. مثلا اصل قضیه همین بود، اینا علاوه قانونی لیگالی نمیتونه سایت شکایت کنه از استریمری. سر این ترمز اند یه موردش این بود، یعنی حریم خصوصی رو اشاره کرد. آها. حریم خصوصی رو هی داری میدی بره تو اینترنت. آره دیگه، الان تو مثلا یه باگی که میومدن سر پلتفرم‌های ایرانی مثلا بازار و اینا، یا مثلا یهو میگه که آقا میکروفونو بهت میدن، دسترسی میکروفونو من بهت میدم هر موقع دوست داشتی، گالریمو میدم، نمیدونم لوکیشنمو بهت میدم، در اصل توی پلتفرم‌های ایرانی اینو دوست داری به همه‌شون میدی. اکسپت کوکیز یه همچین چیزی داره، میگه که اکسپت میکنی کوکی ها رو یا نه اون رو سایت، ولی تو در پلتفرم دیگه گالری تو میدی، میکروفون تو میدی، لوکیشن تو میدی، رو هم رو همش میدی و تو میگه اوکی. حتی میتونی محدودا بکنی دیگه، از اینترنت جهانی استفاده میکنی اینو باید قبول کنی بیای تو، به نظر من تو این روزا دیگه نمیشه، وگرنه باید بری توی کلبه تو آخه برای ما الان خیلی مهم شده، مخصوصا ما این که تو ایرانیم، تا حدودی برای تو اون حریم خصوصی میگه آقا اوکی اگه میخوای استفاده بکنی هم، یعنی یه گارد بازی داری برای ما تو ایران، چون خیلی تو این یک سال اخیر خیلی وجه سیاسی پیدا کرده، ولی برای تو اونقدر چون اونور دغدغه نیست برای آدما. من میدونم که اونا همه چیمو میدونن بخوان، یعنی اصلا گذشتم اون قضیه، اعتماد کردی. آره ما میتونی اعتماد کنی دیگه، حالا درست یا غلط این احساس اعتماد... رو داری که اوکی. اعتماد کامل ندارم obviously، ولی دیگه کارش نمیتونم کنم، ولی اون ترسی که الان تو جامعه ایرانی هست اونور برقرار نیست. نه. که آخو چه ترس نو اینا همه چی یه عده کانسرن دارن، یه عده شاکی ان که what the fuck is this، ولی خب اینا قولای تکن دیگه، چیکارش میخوای کنی؟ درست من فکر میکنم به طور کلی اگر از مبحث اینکه خیلی بذاریم آزادانه هوش مصنوعی پیشرفت بکنه ترسناک بگذاریم و از این ماجرا هم بگذاریم که داره نقد میکنه به خودش نتفلیکس و پلتفرم های شبیه که ما چقدر میتونیم بیرحم باشیم تا پول بیشتری دریافت بکنیم برای مردم جذاب تر باشیم، در نهایت اون پیام آخری انگار اینه که آدم اصلیه زندگی خودت باش. اون کامپیوتر کوانتومی که داره از توش مدل میسازه برای اینکه برای مردم جذاب تر باشه رو تخریب بکن و آدم اصلیه باشه. و جالب اینه که آدم اصلیه که تصمیم میگیره ریل باشه، واقعی زندگی بکنه، به پاش یه چیزی وصل میکنن که همیشه چکش بکنه کجاست، یعنی برای سیستم ها اون آدم خطرناکه. دقیقا. به نظر من یه ایده جذابی که برای من داشت به نظرم مثبتم بود این بود که میخوان به وسیله AI و هر بازیگری که بخوای سریال زندگی تو بسازن. یعنی صبح پا میشی میری سر کار، شب میری مهمونی، حالا یه اینتراکشنی با یه مثلا ریلیشنشیپی داری، یه سری داستان ها داری و حالا شب میای خونه میزنی سریال خودتو میبینی، فقط هم خودت میبینی. این ایده رو من باش اوکی هم، من دوست دارم یه همچین چیزی بیاد و اینو خوشم اومد. اوکی. ببین یه چیز جالبی داشت چون خود تحلیلی هم توش تا حدی بود، بلک میرور بخش سیاهشه، کلا خود بلک میرور سریال بخش سیاه تکنولوژی رو داشت نشون میداد، تو سریال هم داشت بخش سیاه یه زندگی رو نشون میداد. فکر میکنی یکم گل و بلبل تموم شد این قسمت؟ اون که بخش هندی شدی. آره اونو داریم کلا توی سینما که هستیم یا نیستیم. حالا من با اون روند اندینگش رو، آره من کلا میگم دقیقاً اندینگش یه گل و بلبلی تموم شد، ولی این که داره میپردازه به اون بخش سیاهه، اون یه بخش بانمکش بود که خود سریال هم به این واقفه که آقا اوکی هر پیشرفتی رو که من تو بخش تکنولوژی دارم نشون میدم، من فقط میخوام بخش سیاهش رو به شما نشون بدم و چون دارم بخش سیاه رو به شما نشون میدم براتون جذابه. و اومده تو اینم داره میگه آقا یک زندگی رو که اگر میخوام بهتون نشون بدم بخش سیاهش براتون جذاب تره، داره با خودش این شوخیه رو در واقع میکنه که این خیلی خب باحال شد. هر ستامون از سه وجه متفاوت نظرتون رو گفتیم، به نظرم جالبه. خب بچا چه نمره هایی میدیم؟ من نمره با توجه به کلیات چیزایی که گفتم بلک میرری بود، به تک رسید ولی تاثیرگذار اونقدری که باید نبود، پایان‌بندیش هم دوست نداشتم و به راحتی رفتن تو شرکت و تو تیشه گرفتن کامپیوتر دیگه. آقا من بهش 7 میدم. من با جمعی که این سریال این قسمت داشتم میدیدم همه میگفتن خیلی آخرش نمیدونم بچگونه شد و مسخره شد و اینا،
من گفتم چون توی یه انوایرومنت فیکن، حالا اوکی که یکم فیلم هندی بشه، ولی اون جون اصلی سورس هم یعنی فیزیکی رفته توی شرکت دیگه و یه جا رو شیکونده. خب این خیلی چیز عجیبیه، مثلا این اتفاق نمیفته. بعدم سریع آزادش کردن رفت، کامپیوتری که احتمالاً میلیاردها دلار قیمت داره، یه چیز میلیون دلاری مثلا شیکونده، بعدم آزادش کردن رفت. با این یعنی سریال برام نمرش اینجوری رفت بالا تا 9 رفت، حتی شاید 10 هم میدادم، یهو سقوط کرد. واسه همین واسه اندینگ بعدش من بهش 7 میدم. ببین تو کلاً کاتگوری بلک میرور مثلا اگر یه امتیاز 9 داشته باشیم، من حتی میگم خلاقیت من به اون شکلم ندیدم. یعنی اون توی یکی از قسمت‌ها ما داشتیم همین داستان سوشال مدیا بود، هی آدم‌ها عکس می‌گرفتن، آدم نمی‌دونست چیه، بعد هی میومدن حافظه‌شو پاک می‌کردن. هر روز از خواب پا می‌شد. خرس سفیدو داری میگی؟ آره فکر کنم. خب خلاقیت اون برای من خیلی بیشتر بود، اون اتمسفرش و اینا. و سر همین نه 5 پنج؟ آره پنج بود. من تو بخش خلاقیت و پایان‌بندی و نمیدونم فلان و اینا چیزی ندیدم که بگم جایو تاچ کرده بود، چون تو خود کل بلک میرور را نسبت به فصل نمیدونم. یه چیز دیگه بگم، لحظه ریویلش خیلی فریکی بود. یعنی بلک میرور همیشه لحظه ای داره، لحظه رونمایی اون فریک اون داستانه، چون که نشسته بودن داشتن تلویزیون رو میدیدن که یهو ریویل میکنه آقا اینه داستان. به نظرم اونجاش جالب جذاب، دختر پنیک شد، باحال پنیک شدن و اینا. تا وسط ها اپیزود خیلی خوب آره بود، تا یه جایی کشید کمدیش دیگه خیلی جلوی جدیت کلا این سیزن خوب شروع میکنه. آره وقت و سلمه هایکش به نظرم خیلی بد بود، چرا بد تیپ بود لامصب. اوکی این از اپیزود اول، بریم سراغ اپیزود دوم. اپیزود دوم، دریاچه هنری، انگلیسی شو تو بگو. لاک هنری. هر چی درست میگم تاش ایراد میگیرن از من. با اینجا مترجم داریم که دیگه اکسنت رو رعایت میکنه. قصه دو تا زوج جوونه که میرن به زادگاه پسر، یه منطقه خیلی زیبا و خوش آب و هواست، برای اینکه یک مستندی بسازن. اونجا دختره میفهمه که، یعنی میبینه که خیلی منطقه علارغم اینکه خیلی خوشگله هیچکی توش نیست، یعنی اصلا گردشگری وجود نداره، میفهمه یک داستان خیلی ترسناکی پشت این قضیه است. سالها قبل یک آدمی تعدادی از گردشگرها رو دزدیده، شکنجه کرده و کشته. بعد این چرخیده خبرش، آدم ها دیگه به اون منطقه سفر نمی کنن. به پسره میگه خلیم مگه، یه مستند همین رو بسازیم. دقیقا. این میره و بازم توی پلتفرم اسمش استریمبریه که میخواد تولید کنه، همون استریمبریه که دوباره همون اس و همون دادامه نتفلیکس هست، با اون اینو بسازیمش و وارد قصه میشن. بعدش همه چی به جنون میرسه. آره ژانرش مشخصا ترسناکه، این یک بک ترسناک عجیب داره. ستایی نشسته بودیم داشتیم میدیدیمش و هی حدس میزدیم. با وجود اینکه حدس میزدیم، اونجا که مامانه با لباس پرستاری و رقص اومد تو، ستامون جیغ زدیم. آره کلن تعلیق زیادی داشت این قسمت، بزرگ بیشتری تعلیق رو داشت بین 5 تا اپیزود. آره. هی منتظری ولی خیلی دیر به اون هسته اصلیش رسید، دیر رسوند. وقتی هم رسون سری تموم کرد. بکنم بخش تعلیقش هم همین بود که ما هی شروع کردیم به حد زدن، به حد زدن، به حد زدن. یادم سر ببین اون بخش این که خب من خودم از یک شروع نکردم، دیدن دو شروع کردم. بعد گفتم چون اصلا یکو دیده بود. آره بعد گفتم که این بخش تو دوربینه، همین دوربینه، یعنی تنها جایی که تو تکنولوژی رو تو این قسمت میدیدی بگم جز دستایی بود که تکنولوژی رو آورده بود تو اولد فشن ترین شکل ممکنه، یعنی قدیمی ترین، که اون دوربینای نگاتیوه یا حالا اون نواری VHS و مثلا کپچر کردن که بعد بتونن ببرن تو پریمیر. من نمیدونم یادته یا نه، رسید به دوربینه گفتم ویدیوهای این فیلم‌ها، مجموعه فیلم‌ها یه چیزی توشون هست. آها آره که مرتبطش بکنم به تکنولوژی، ولی واقعا باید زور بزنی وصلش کنی به تکنولوژی. بلک میرر نبود مثلا، میخواست بگی اینکه ریکورد، اون شکنجه که ریکورد شده، ضبط شده، تکه. در صورت این منطقیه، یعنی میخوام بگم که این قصه رو به نظر من باید خارج از بلک میرر جذاب ببینیمش و در دنیای بلک میرر باگ ببینیم، چون به زور میخواد بلک میرر. نه من کامنت دارم علتشو میگم که از دید من چرا بلک میرری نیست و به تک ربطی نداره. این آدما این فتیشو داشتن، یعنی این آدما جانی بودن، دلشون میخواست آدم بکشن.
تکنولوژی باعث آدم کش شدنشون نشده بود. نه. بله آرشیو جمع میکردن جذاب بود براشون. دقیقا. اگه تکنولوژی باعث میشد این آدم بکشن، من میپذیرفتم که اوکی، حالا با اغماز به تکنولوژی ربط داره، ولی این آدم ها آدم میکشتن اگه تکنولوژی هم وجود نداشت. حالا من سوال اینجوری ازت بپرسم، اولا گره داستان تو چی باز میکنه؟ ویدیویی که دختره میبینه. خب پس اینجای ماجرا ما میگیم که آقا بست به قول معروف حل کننده مشکل در فیلمنامه تو چیزیست که در تکنولوژی ریکورد شده است. این یک. دو، اینها انگار حالا اون بخش فتیشه، این ضبط کردن این که این رو به تصویر بکشن بیشتر برشون جذاب بوده، وگرنه چرا فیلم گرفتن؟ خب اوکی، اگر آزار دادن شکنجه دادن برای جذابه، که مثلا توی سیون، فیلم سیون میاد آقا اون هفتا گناه و هفت نفر رو اذیت میکنه و به سزای اعمالشون میرسونه، هیچ تصویری ازشون ریکورد نمیکنه، ولی اینها خب داشتن، این به ثبت رسوندن این اتفاق زجر کشیدن داشتن. حالا شاید در پرداختش خوب عمل نکرد، مثلا برنامه هفتگیشون این بوده که به این فیلماشون نگاه میکرد. اصلا براشون نشون ندادین بود، چون ریسک کرده بودن با نگاه داشتن، ریکورد کرده بودن، گذاشته بود اونجا براشون. ولی این احساس رو من اینجا القا نکرد که چقدر تکنولوژی مهم بوده در این فاجعه. خیلی متفاوت بود به عنوان اپیزود بلک میرور، کمترین بلک میروری ترین اپیزود فصل 5 بود. بله جذاب بود، من برام خیلی جذاب بود، ولی بلک میرری نبود. همیشه تکنولوژی چیزی بود که آره. نوع اشتباه استفاده انسان ازش تبدیل به یک فاجعه ای میکرد قضیه آره. رو. ولی اینا این احساس رو من ندادن که تکنولوژی باعث شده که جانی بشن. یه خورده در مورد مثبت و منفیش بگیم. ویژگی، یکی از ویژگی‌های مثبتی که داشت برام، یه خورده بیاین المانی و مثالی بگیم، اون سکانسی بود که داشت تعریف میکرد در گذشته چه اتفاقی افتاده. از نظر تدوین خیلی تدوین جذابی بین روایت پسره و نشون دادن تصاویری که از گذشته داشت اتفاق افتاده بود. به نظرم بازی مامانه چیزی بود که خیلی چشم منو گرفت. اصلا همشون توی لیگ دیگه داشتن. آره اصلا توی آره بازی حالا مامان. که گفتی انتخاب بازیگر چقدر کمک میکرد که بدون اینکه بخواد زور بزنه حس هارور در ما ایجاد من بشه. منو یاد سایکو انداخت. سایکو هیچکاک مامانه اصلا یه حالتی بود، آخرم رفت اونجوری خودش رو دار زد، اون ماسک قرمزی که میذاش. آره و یه کاری هم میکرد نیک، ما به همه مشکوک شیم. آره تئوریایی که آوردیم یکی بود، کل دهکده تو این قتل عام سهیم بوده، یه جا هم گفتیم همه اینا احتمالا تو اون قتل عام سهیم بودن. یه آره یه حدسایی میزد و خب این ولی خیلی زود جزء حدسامون شد که احتمالاً پلیس داخل این ماجراها دست داشته بوده. که بود واقعا. طراحی صحنه رو بگو. ببین طراحی صحنه دقیقاً اون بخش میخواد لو بده در واقع ماجرا رو، اون سکانس موازی آشپزخونه بیمارستان. دقیقاً خب درست پیش رفت و من حس میکنم که داشت کد میداد بهمون دیگه، آمدانه کد میداد، اون رنده، اون چاقوه که آقا یک خطری در کمینه و هی ما حس میکردیم اون برش هویج داره به توی کدی میده، یعنی چرا باید توی اینجا ورود بکنه؟ دیدی چقدر آشپزی خشونت توش؟ دقیقاً اگه بخوان میتونن آفرین. اون بخش رو آمدانه چیز بود. طرح صحنه هم از اون فرم خود خونه که یه فضای تنگی بود، نورپردازی قرمز دوباره همش مال اون امضا و اون فرم فیلمای ترسناکه، اینا رو داشت و اینش خوب بود. بازی ها به نظر منم دقیقاً حرف شما. داستان هم یه چیزی که من بگم، از اینجا به بعد ما بیشتر به بعد تا حدودی فلسفی خود تکنولوژی می رفتیم، یعنی مخصوصا تو 2 و 4، تو 4 هم اینجوریه، یعنی اون تکنولوژی که ما داریم می بینیم تکنولوژی عجیبی نیست، از زمان جلوتر نیست، بیشتر به یک بعد اخلاقی داره حالا می پردازه. یعنی اوکی حالا در ادامه مخصوصا اون بخش سینما که بدی نیست بعد این بریم تو اون بخشه، داره به بعد اخلاقی این اتفاقات می پردازه تا بعد تکنولوژیش. هم در 4 ما اینو میبینیم، هم در 2 که آقا واقعیت مطلب این که آقا ته سینما چیه، این که چجوری یک اثر جایزه میگیره، که یه مقدار هم میتونست ما توی ایران این رو ببینیم با توجه به این مثلا آخرها اتهامایی که داشتن به سید روستایی میزدن، که من از اونجا یه مقدار اینو گرفتم که نگاه کن اون طرف هم انگار مسئله است و فهمیدن این موضوع رو. البته من با اون بخش سید روستاییش موافق نیستم، ولی خب خیلی به این داستانه نزدیک بود.
تو دادم تو پارت آخر حرف میزنی که اصلا این پارتی برای ما مسئله است. جوایزی که دارن میدن پشتش چیه؟ آیا مثلا کارگردانای ما واقعا دارن سیاه نمایی میکنن که اونور جایزه بگیرن؟ دغدغه اونا هم از اونور هست که تو چی رو به تصویر میکشی، آیا برای جایزه گرفتن یا نه؟ داری جایزه بفتایی که پسر رو گرفته، اتفاقا یه پارتیه که به نظرم برای در موردش حرف بزنی حسابی. به نظرم قسمت جایزش اونقدر مشکل نداشتم باهاشون، در واقع جای بفتا رو مامانه داد به این پسره، اصلا بفتا نداد به این. مامانه با اون اکتی که کرد انقدر تنشن این اتفاق آورد بالا که بفتا، یعنی از همه داکیومنتری های دیگه مهمتر شدی ها، برای همین بفتا رو گرفت. در واقع من بفتا رو میذارم به حساب مامانه، نه اون جوایزه. خب اصلا بحث سیاه پشت این قضیه اینه که بفتا با آگاهی نسبت به اینکه پروسه اینجوری طی شده تا همچین اثری، چون اگر مادر نبود و اون جنایت ها رو نکرده بود و این VHS ها رو نداده بود، همچین اثری ساخته نمیشد و جایزه نمیگرفت پسره. پس ببین داره میگه پشت گرفتن این جایزه و بولد شدن این آدم چه جنایت ها خوابیده، یعنی جنایت ها اتفاق نمیفتاد این جایزه نمیگرفت. خیلی ترسناک حرفه. ببین دوباره میرفت تو قسمت یک، تا حدودی خود اینجا دیگه جایزه دادن ها هم آفرین، جایزه دادن ها هم داره میگه که من بخش دارک ساید یک سری وقایع برام جذابه و من به اونا جایزه میدم. و حالا اون بعد فلسفیش که آیا این اتفاق اخلاقی بود یا نبود، یا مثلا آقا این که اوکی ما داریم، مثلا من الان یک زیستی داشتم، یک زندگی داشتم، میخوام انتخاب بکنم کدوم بخشو فیلم بکنم، کدوم بخشو مستند بکنم. ابتدای فیلم در مورد تخم و مرغه، نمیدونم یه همچین چیزیه، آره، یه چیز گوگولی میخوان مستندی در مورد یه تخم و مرغ دار بسازه. آره یه چیز گوگولیه که خودشون هم اینجوری هن که اصلا خودش دختره میگه میخوای اینو بسازی چهار جا پخشه مثلا، هیچکی نبینه یا یه چیز میخوای بسازی کل دنیا ببینن، که بعدم در انتها آره استفاده از زیست، بخشای تلخ زیست خودته که گفتم چرا گفتم با سعید روستایی یه مقدار همسون میشه، که ما میدونیم این آدم زیست کرده تو این فرم فیلمایی که داره میسازه. تو موافقی که کارگردانهای ما سیاه نمایی میکنن اونور جایزه بگیرن یا نه؟ نه من این سوال از تو هم میپرسم. واژه سیاه نمایی حس میکنم مال حکومته، خب یعنی کلمه سیاه نمایی مال اون تیمیه که دوست دارن همه چی گل و بلبل باشه. وقتی یک چیز دارکی تو فیلم میاد میگن سیاه نمایی کردی، در حالی که به نظر من بخش اعظمی از واقعیت هست که تو حالا انتخاب میکنی کدوم بخش رو نشون بدی، و وقتی نشون میدی یه سری ناراحت میشن، انگ سیاه نمایی میزنن، که به نظر من ایرادی هم نداره. آن چیزی که در ابد یک روز تأثیر رو جامعه میذاره به مراتب قوی تره، و تو خود سریالم توریستا برگشتن. بذار سوالمو یه خورده سخت‌ترم بکنم. بک ذهن فیلمساز این هست که من سیاه نشون بدم جایزه بگیرم یا نه به نظر تو؟ ببین این اون تخم مرغ و مرغه. خب فیلمساز میگه آقا من قدرت فیلمنامه نویسیم تو زیستمه، چرا برم مثلا یه چیز گل و بلبل نشون بدم؟ اوکی. این یکیشه. خب ولی آن چیزی که میگن آقا بله به این بخش جایزه میدن، این واقعیت هم هست، من اینم کتمان نمی کنم، ولی خب تو کشورتو ببر به یک سمتی که اون نباشه، به اون کسی که میگه واژه سیاه نمایی استفاده میکنه، ببر به اون سمتی که اون موزله نباشه، فیلمسازت هم نسازه، فیلمسازت تهش میشه یه آدمی که در مورد تنهایی حرف بزنه، مثلا نمیدونم آمور چیزو بسازه برات، هانکه. حالا خب اوکی این وقتی هست اون مخاطب فیلمسازت هم انتخاب کرده که آقا من این موزل موزلیه که توش پس تو اینو قبول نداری؟ ندارم. تو چی نظر چیه؟ یه بار دیگه سوال. فیلمسازای ایرانی به نظر تو، حالا خوبه دیگه داره نگاهش هم از بیرونه دیگه، چون تو ایران سیست نکرده دیگه خیلی وقته، به نظر تو سیاه نمایی میکنن برای اینکه جوایزی مثل اسکار رو بگیرن یا نه؟ من میگم بحث فیلمسازای ایرانی نیست، لزوما همه فیلمسازای جهان یه همچین در واقع یه تریکای میزنن که بتونن جایزه بگیرن. تو هرچی نرمال فاصله بگیری اتنشن و چشم بیشتری میاد روت، یعنی تو خیابون الان یکی با لباس عجیب غریبه ما بیشتر نگاش میکنیم، و بکنم تلاشش اینه که متفاوت باشه با زندگی نرمال خارجی ها، برای اینکه چشم بیشتری رو بگیره. آها آها آها. پس هم کامنتتو بده بدین. آره منم کامنتام بدم. من به نظرم به قول یکی از بچه‌ها ما سیاهی داریم میبینیم چی بسازیم. من سیاهی رو میفهمم چون دارم زیست میکنم اینو. باحاله. به نظرم چارلی بروکر خیلی آدم جسوریه، چون
با همه خط قرمزها داره شوخی میکنه و همه چیزو پس میزنه. اسکار رو نرفت ها، فکر کنم از اسکار ترسیده، چون بلک میرور انگلستانیه، بریتیشه، داره بفتا رو، بفتا اسکار انگلستان میشه، چون بفتا رو زده دیگه. چیکار دیگه باید چیکار بکنه که بگیم بفتا رو زده؟ شما فکر بکن، به عنوان جمله آخرم میگم، مادر نقاب میزنه روی صورتش و جنایت میکنه و تهش خودش رو دار میزنه که میخواد بگه که راضی از کاری که کرده و اون شخصیتش رو قبول داره و اون هیولا رو مثبت میدونه برای خودش، چون نقاب رو زد و اعدام کرد خودش، پشیمون نبود رفقا. کات میزنه بعدش به نقاب بفتا. این مگه میشه حرفی پشتش نباشه که پسره داره با غم نگاهش میکنه؟ خیلی حرفا داشت، خیلی بیشتر هم میشه در مورد این. آره میشه بیشتر حرف زد، ولی فکر کنم بس. اصلا به نظر من بلک میرری نبود. نه. من نمرمو میدم، بعدم شما نمرتون بدید. اگر بخوام در دنیای بلک میرر نمره بهش بدم، نهایتا 6 میدم، اما به طور کلی به عنوان یک اثر مستقل من دوستش داشتم، بهش 7.5 میدم. به نظر من اپیزودهای خوب سریال بود. المان ترسشو دوست داشتم، کسی جدید بود اصلا تو بلک میرر برام، و اینکه تعلیق خیلی خوبی داشت، و با اینکه عشق مادره رو آخر دیدم، یعنی یه نکته مثبت تو مادره من دیدم. یه عشقی به پسرش داشت که حاضر شد اصلا خودش رو سکریفایس کنه، خودش رو قربانی کنه که پسره خوشحال شه، که مثلا خوشحال نشد آخر. در کل نظر اپیزود خیلی خوبی بود، من بهش 6 میدم. تو اون سورپرایز کردنت آدم کشاره، مثلا مادرانگی از اون آدم تو قبول نمی‌کنی. خیلی عشقش نشون داد. خیلی ترسناک بود. ببین چون سریاله، حالا تو مخصوصا سه من ایراد خیلی بیشتر خواهم گرفت. تایم کم باعث پرداخت الکن میشه. دختره چی شد؟ خب و یک سری اینجور باگ هایی داشت. مثلا خود مادره آیا تفریح هفته، چرا این آرشیو به این هیولایی رو نگه داشته بعد این توی جلو خونه، جلو خونه تو ویترین؟ پس آقا یه آدم سایکو فوق عجیب غریبیه. اونقدر نشد، نپخت. مخصوصا اونجایی نپخت که من یعنی آجانرم رو صد بود زمانی که رفت تو سرویس بهداشتیه و دنبال سایه دختر و مادر در خونه تنها شدن. آره. اصلا ببین رسید به برگردون، یعنی تایمی بود که سانت شده بود، بازیگر باید برگردون رو میزد، ماها میپاچیدیم از هم، خورد زمین یه ها. آره تصمیم برگردون نگرفت، تیم خودی مثلا خورد به توپ رفت تو گل. اصلا یه چیز نشد. اون گم شدن دختره الکمون چی شد؟ دختره خب اوکی رفتی جایزت هم گرفتی، اصلا به دختره نپرداختی. اصلا چیزی که تو گفتی در حین تماشا خیلی درست بود این بود که آقا تو یک موقعیت خیلی عالی داری، مادره رو بنداز تو همون خونه به جون دختره و نذار دختره از خونه بره بیرون. یعنی واقعا کلاستروفوبیکش خراب کرد. تو دریا رودخونه کش میشه اونجا مکن، چرا باید بیفته سرش بخوره به سنگ بمیره؟ حالا اینجا هم میخوای بگی که اوکی چون دوست دختره پسرم بوده نمیخوام بکشمش یا فلان و اینا، من نمیپذیرم. یعنی نتونست آخه نشون دادم مامانه ریسیستم هست. آره یه آفری یه تیکه هم ابتدایی هم انداخت. اصلا من فکرم میخواد مثل گت اوت بشه که نشد. نشد داره. من 3 میدم توی مدیوم بلک میرور. خارج از بلک میرور خارج از بلک میرور شاید مثلا توی اگر مثلا میشد سینما اینا که 6. اوکی 6 بهش میدم. تو چی؟ هم نمره 6. تو 6 دادی بهش؟ نه من تو بلک میرور 3 میدم. یه 6 داریم با هم دیگه. من بیرون از بلک میرور بهش 7.5 دادم، از تو بالاتر دادم. قبل ضبطش گفتم تو خیلی نمره بالا میدی، حالا همه نمره رو داد پایین میده، من بالا میدم. من بالاتر از تو ندادم. آره میخوای منو قانع کنی اینجوری. این هم از اپیزود سوم که اپیزود دوم بریم سراغ اپیزود سوم. اصطلاح انگلیسیش حتما تو بگو. Beyond the Sea. Beyond the Sea. Beyond the Sea. اون برای آبها. اون بر دریا. Let's go. 2 years down on the mission, the man is lost. خب اپیزود سوم، آن سوی دریا، Beyond the Sea، داستان دو تا مرده که به یک ماموریت فضایی رفتن، اما یه نسخه کپی از خودشون روی زمین هست. به اصطلاح روح، میشه گفت روح دیگه، بین این دو تا بدن، یا به قول شما خارجی ها بین این دو تا بادی هی داره جا به جا میشه، برای اینکه هم کنار خانواده‌شون بتونن باشن، هم ماموریتشون رو توی فضا بتونن انجام بدن. فکر میکنم ستامون به این قائلیم که این جذابترین اپیزود فصل ششم بود. ستامون هم با هم دیگه دیدیم و نمیدونم نیکی و سفی چرا داره تو دوربین هی میخنده. اون بادی سرتا رو دیده، فقط انگلیسی میخواد.
بادی بدن دیگه من بدن... سلطان چیزم آخه درست استفاده میکنه آکه بادی درست ولی من مطمئنم آخه تو ویدیوهاش قطعا میفته بادی اگه بخواد آره سپر از ولش کن بعد تمام تلاشش اینه که تو چون تو اینجایی انگلیسیاشو بگه سپر دیگه ایراد از من نگیره من سلطان سوتی انگلیسی هم یعنی انقدر من سوتی در اومده که هی اصطلاحات و کلمه ها رو اشتباه گفتم و اینکه سپر یه نکته جالبی که داره نیک خودش فکر میکنه تولید محتوای فارسی داره میکنه همشو داره انگلیسی میگه من خیلی تلاش میکنم همه چه فارسی بگه تلاش میکنه سرچ میکنه یه سری چیزا رو من نمیفهمم یا حتما چیز درستیه چون من نمیفهمم اصلا داره چی میگه جذابه من همین دست فهمونو برو جذابه ولی فکر میکنه داره فارسی تولید محتوا میکنه 80 به 20 چیز انگلیسیه باحالم فکر میکنم به این قائلیم ستامون که جذاب ترین اپیزود فصل ششم و ستامون هم با هم دیگه دیدیم و کیف کردیم آره خیلی کیف داد موافقم پرچم داره این فصل جان کراولی کارگردانی میکنه دقیقا کارگردان فیلم بروکلینه فیلم بروکلین رو فکر کنم نیک دیده ولی تو ندیدی فوق‌العاده است اگه بروکلین رو ندیدید ببینید و کارگردان ترو دتکتیو هم هست برای همین وایبای ترو دتکتیو رو قشنگ اینجا میتونی ببینی دو تا بازیگر مردن دو نفر مرد تنها ان کل اپیزود قشنگ ترو دتکتیو دیگه فصل اول یعنی کارگردانی کرده فصل اول دقیقاً و اینکه آرون پال و جان هارتن که بازیگر اصلی ان پرفکت بودن کنار بازیگر زن و کارگردانی یکی از قوی ترین تیم‌ها کستای کل تاریخ بلک میرور داره از یه جذابیت فرامتنی داشت برای طرفدار بریکینگ بد چون آرون پال اصلا به معنی سورپرایز قبلش هم هی روش مانور تبلیغاتی داده بودن و خود آرون پال معلوم بود که خوشحاله بابت این سری بعدم تلاش کرده آره و من چون رصد می‌کردم صفحه اینستاگرامش از قبل هی اعلام می‌کرد که من بازی کردم و قراره تو این سریال باشم اینم بهتون بگم که از طرفدارای جدی بلک میرور بوده و رو زندگیش اصلا تاثیر گذاشته نوع استفاده از تکنولوژی روی آرون پال تاثیر گذاشته بگو تو هم نظر تو یه چیز ابتدایی در موردش بگو نه من میگم خودم هم فیلم رو دوست داشتم چون با یک عنصری به نام روح اینجا اومده بود شوخی یعنی شوخی که نه به قول معروف بازی کرده بود با ما جسما یکی ولی با دو روح و یوم اومد چقدر ایده میده این یعنی این چقدر ایده میده که آقا کانسپت اصلا روح رو داره تعریف میکنه و حالا بانمکش میتونیم ما یه مقدار بزنیم تو بحث ماتریکس و اینا که اوکی حالا ما که نمیتونیم قطع یقین ببندیم که الان مایی که اینجا هستیم آیا به ماتریکس یک روحی وصل هستیم نیستیم همینه اینو نمیتونیم ببندیم و یه جاهایی که تو مثلا شخصیتت اون میگن دژاوو شد دیکود شده روحت یه لحظه اونجا یعنی تو رو برد تو فاز جهان‌های موازی خیلی یعنی و اینجا منو خوب قلقلک داد و اصلا من اینجا شگفت زده شدم که ای والله یه دوباره یه بلک میرور چون بلک میرور برای من خلاصش ایده های ناب تکنولوژیه استاد یه سوالی بلک میرور یا بلک میرر چون من قبلا یه معرفی دو سه سال پیش رفتم بلک میرور گفتم معرفی جذابی هم بود دیگه هم بهش رجوع نکردم چون اون موقع خیلی فحش خوردم که بلک میرور بخوا همه تو ایران میگن بلک میرور من میگم کامل تلفظ ایرانی میرور اوکیه ولی بلک میرر میرر درست داره من دیگه مرور کردم بعد از اون که بهم انقدر گیر دادن دیگه گفتم بلک میرر بله ببخشید میگم کلامتون با این کانسپت این که آقا دو روح در یک جسم بازی کرده بود و من میگم کلا بلک میرر برای من ایده های ناب تکنولوژیه توی این دوره یک ایده ناب دیدم تو قسمت دو ما در مورد فلسفه و اخلاق و فلان داریم گپ میزنیم اینجا در مورد یک ایده تکنولوژی اصلا اوکی من حتی همینو میتونم بگم آقا چند سال دیگه همینو میتونیم من و تویی که داریم میمیریم روحمونو کپی بکنن بدن توی بادی اصلا میتونیم بعد اصلا 1% تو فکر کن تلفیق دو روح در یک جسم میگم 100 تا ایده آورد برا من و برا من یه بلک میرور واقعی بود ببین اینجوری بود که ما سه تا همینجا داشتیم نگاه میکردیم و اینجوری بودیم که داره چه اتفاقی میفته چرا انقدر فضا عجیبه خورد خورد اطلاعات میداد و ما کم کم داشتیم میفهمیدیم داره چی میشه و اینو در نظر بگیرید انقدر اتمسفر رو از نظر بصری جذاب داره برده بود که خیلی هم اولش مهم نبود داستان گیراست یا نه همه چیز عجیب غریب بود و این احساس رو که ما کشف بکنیم چیه پس ماجرا انقدر تومون ایجاد کرده بود که دیگه هیچی برامون فقط میخواستیم کشف کنیم که قضیه چیه چه اتفاقی داره میفته و این قضیه ترانسفر رو چقدر خوب ترانسفر رو چقدر خوب تونسته بود القا بکنه شما فکر کن
دستگاه عامل انتقال این آدما بود، اما قبلش یه مقدمه به ما میداد از نظر بصری، اینکه ارون پال میرفت توی یک راهروی توی خونش میرفت میرسید به دستگاهه. این راهروی خیلی حس انتقال رو ایجاد میکرد و یه ویژگی هم که این اپیزود داشت به نظرم یک دونه پلان اضافی نداشت. هر پلانی یه معنایی، هر پلانی کار کرده درست در راستایی که قصه اضافه نداشت، کم شاید داشت. کم داشت، شاید کم. مشکلاتی داریم با این اپیزود. آره. مشکلات منطقی داستانی داریم با این اپیزود، ولی هیچی از جذابیتش برامون کم نمیکنه. بریم یکم گیر بدیم بهش یا نه؟ گیر بدیم بهش یا هنوز از داستان رو پیش ببریم. دیگه مثبت چی داشته؟ یه خوبیشو بگم. آره آره. چیزی که برای من اینجا جذاب بود این بود که بیشتر اینکه به مخرب بودن تک اشاره کنه، به مخرب بودن المان انسانی اشاره کرد. یعنی تک اینجا کاری نکرده. انسانیت یارو بود که در مواجهه با تک خراب کاری کرد. یعنی چه چارلز منسونا، چه اون گنگه، چه خودشون. همیشه بلک میرر این بوده. نمیگه تک بده، میگه نحوه استفاده انسان ازش خطرناکه. همیشه بلک میرر به نظر من این بوده تو این پنج. یعنی با انسانیت مچ نشد. بله بله. اصلا خود بروکر هم به این قائله که آقا من مشکل با تکنولوژی ندارم، ما مشکل ما ایم. نه نه نه، اینجا راست میگه سپر، یه نکته خوبی گفت. ببین اینجا استفاده کننده ها از این تکنولوژی باگ نداشتن. برخورد اتر توی بلک میرور کلا ما داریم، مایی که داریم استفاده میکنیم از دوربین، ما داریم یه خطایی رو میکنیم، مایی که داریم مثلا اینجا داره میگه که اینجا انسان نتونست حذف بکنه تکنولوژی رو و اومد بر علیه تکنولوژی یه کاری کرد. یعنی این دوتا مثل انسان خوب همه چی بود، اون ایراد هم نداده بود تو روند طبیعی زندگی انسان، ایراد ایجاد نکرده. اینجا نتونستن آدما حذف بکنن. یعنی آقا اون کنجکاویه که تو خیلی، حالا میگم اون ارجاش به داستان منسون و اینا هم خیلی باحال بود. حالا یه ارجا دادم به داستان چارلز منسون و شرون تیتون، قتل معروفشون که فیلم روزماریز بیبیز هم از رو اون ساختن. خیلی فیلم نه 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 روزماری بیبی نه روزماری بیبی رو نه نه اون روزماریز بیبی در مورد اون نبود. روزماریز بیبی رو پلانسکی رفت بود بسازه وقتی برگشت، که این اتفاق افتاد. آره وقتی برگشت زنش. آره. حالا برای کسایی که نمیدونن، رومن پولانسکی که خیلی هاتون میشناسین، یکی از بزرگترین کارگردان‌های تاریخ سینما، در سال‌های هولوش سال 1969، اصلا سال 1969 و خود سریال هم از عمد در اون سال داره روایت میشه. شارون تیت همسرش ستاره سینما تو خونه بوده، باردار بوده، آدم های پیرو اگه اسمش بزنیم فرقه منسون، هیپی اندیگه، آره هیپی ها که دنبال روی منسون بودن، میرن تو خونش. پولانسکی نبوده، شارون تیت بوده و به طرز وحشیانهی با وجود اینکه میدونستن بارداره میکشنش. این از این داستان توی این سریال استفاده شده، یعنی داره ارجاع میده به اون، چون میرن تو خونه آدمه و هیپی هن دقیقا در همون ساله و مخالفتشون هم الان با مسئله اینه که چرا تکنولوژی برقا باید روش کنیم، ما از طبیعت میخوایم نگهداری بکنیم. یه سوال اینجا بپرسم، واقعا تو روند داستانی آیا این علاقه کارگردان بوده که ببره، یا نویسنده و کارگردان بوده که ببره به اون بازه زمانی، یا واقعا نیاز داستان بوده؟ من از نظر من نیاز داستان نبوده، حتی یه جاهایی منو اذیت داره میکنه. یعنی اگر من یه استراتژیست بودم تو اون بخش سریالی، میگفتم آقا اینجا مخاطب تو اذیت خواهد شد، چون تو میدونی گوشی مدرن نداری ولی یک همچین تکنولوژی خفنی آوردی تو داستانه، در حالی که اون اتفاق میتونست با یه دزدی شبانه مثل داستان بتمن، چند تا سارق بیافتن تو خونه، مرده درگیر بشه، مرده رو بکشن، کپیش هم از بین بره دیگه. اینکه در سال 1962 چرا با آقا سفر، چرا داستان بردی اونجا، چرا باید همچی دستگاهی باشه؟ چون میدونیم در اون سالها نبوده. بنابراین اگر در 2030 مثلا 2030 مثلا 2020 نه نه 2020 نه میخوام رد شده باشیم 2030 مثلا اگر قصه رو میگفت در 2030 داره اتفاق میفته، برای ما بیشتر جا میافتاد. میگه آقا شاید در 2030 همچین دستگاهی ساخته بشه، چرا بردی 1960؟ خب میخواستن اینترنت نباشه. اینترنت که هست یکم پرمیس قضیه تغییر میکنه. پسرش مثلا زد پسره رو، یه سری داستانایی داشت که تو دنیای مدرن نمیشه، مثلا زدن بچه و اون زنه، یا حالت سفتی نیست که بگم پاش باید بمونیم. ولی خب هست. چه همین که زن گوشی نداشت خیلی تبدیلش کرده به یک زن مثلا حالا دهاتی که توی جای ایزوله داره زندگی میکنه. اینترنت اون ایزوله بودن رو برمیداشت. یه گمراهی ایجاد کرد برای مخاطب که آقا چرا اصلا در اون سال
خب وقتی که یه تکنولوژی بزرگی تو بهش رسیدی که میدونیم در مثال نبوده. ولی چیز باحالی گفتی، گفتی انگار یک جهان موازی بلک میرور ساخته کاملاً که اون قصه کلاً داره توی جهان دیگه‌ای روایت میشه که اینجوریه. آره قراردادش اینجوری بسته. این تکنولوژی بوده ولی تکنولوژی دیگه نبوده. این ساعته بوده یا شاید به قول شما خارجی ما یه چیزی رو در قصه میس کردیم که من تلاش کردم. نه من اونجوری نمی‌بینم. در حالی که شما میدونید کمک بکنید. یکی از باگایی که ما باهاش داریم یه ذره اذیتمون کرد این بود که میتونه از منظری که تو نگاهش میکنی جذابیت مثلا من میگم ایزوله کرده داستان. اوکی ما حدسای خوبی باز در حین تماشا داشتیم میزدیم که اولین جایی که گفت این آدمه همه چیزشو از دست داده من اجازه بدم بیاد تو بادی من بیاد یه آب و هوایی عوض بکنه، ما گفتیم وای این میاد و یه ارتباطی بین این و زن اون ایجاد میشه و دیگه این دلش نمیخواد برگرد. تا اینجاش تقریبا درست بود. جلوتر که رفتیم یه سری اتفاقات افتاد که ما باز یه حدسای جذابی زدیم که اون نشد، سورپرایز شدیم اما منطقش برامون یه خورده خدشه‌دار شد. یه خورده در مورد این به نظرم میتونیم بگیم کلن این که اینا توی حالت انفرادی دارن زندگی میکنن و تنها لینکشون با بیرون این دستگاه هست، تو فکر کن برای سالیان سال تو یه ایزوله توی جای انفرادی داری زندگی میکنه، فقط اون دستگاه تو رو میبره به جایی که آدم ها هستن و اینا معتاد اون لحظن و این خیلی کانسپت جالبی بود برای من. خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. ببین اون دقیقا این نکتهش باز به خاطر تایم. ببین من یادمه بلک میرور اپیزود 2 ساعت هم داشت، البته یه دونه جدا داد فکر کنم طولانی تری مال عید بود بندرستش. تو وایت کریسمس رو میگی، وایت کریسمس 1 ساعت و نیم بود فکر کنم، بندرستش 2 ساعت بود جدا دادن اون. آه اونو میاری میگی تو اون سینما، اون سینمایی بود عملا فکر کنم. آره من جداه اون یه جزء اپیزودایی میدیدم که میبایست بعد این اتفاق میفته. چرا تو که خودت انتخاب میکردی چی بشه بعدش؟ چرا این انتخاب میکنم؟ ببین حالا مخاطبم قطعا دیده، ما میبینیم میاد یه فخ فروشی میکنه بازیگره، حالا مثلا بد داستانمون میاد میگه که من زن و بچه دارم، من اینا رو دارم، فلان رو دارم و نمیذارم دستت به اینا بخوره و میره و میره تو دستگاه فلان. یا ما نمیبینیم که این آدمه اون مرز جنونش چقدر تایم برد که به اون تصمیم رسید، تصمیم انتهایی داستان. سر اون مشکل داریم با یعنی سورپرایزشو غیر منطقی می‌بینیم. بحثمون این بود که آقا این شخصیت اونجوری برای ما پرداخت نشد که تهش همچی جنایتی انجام بده. زمان بهش اجازه نداد. دقیقاً در تکمیل اون میگه که پلان اضافه پرت نداشت، خیلی پلان کم داشت. که آقا ما دقیقاً این پردازش انفرادی خب اونجا رخ نمیداد چون ما بیشتر تو یک فضای خوبی بودیم. اینکه یه جا میاد میپردازه که آدمه تو گلخونه است و تنهاست، باز ما اونو درک نمیکنیم. توی وندسی بود که داستان سیاه پوستا بود، سریال 4 قسمتی، آن زمانی که ما رو دیدیم، زمانی که ما رو دیدیم حالا نهیدی، انفرادی رو میاد تشریح میکنه، تو واقعا با پوست استخون انفرادی بودن رو میفهمی که اونجا تصمیم، چون تو خودت تجربه انفرادی داری، واقعا اون تونسته بود خوب نشون بده اونجا. آه. تو میفهمیدی اینجا به هیچ عنوان تنها بودن آدمه رو که مبنی بر این تصمیم عجیب غریب میشه رو درک نمیکنه. بلک میرور این چیزا رو یه مقدار سطحی نشون میده ولی مرگ اون آدم رو ما دیدیم، یعنی اون آدمی که دیگه از بعد اینکه زن و بچه‌شو کشتن یه آدم جدید ما داریم میبینیم. اون که زن و بچه‌شو کشتن اون یارو مرد اون قبلیه، اون یا انسان جدید هستن. الان مثلا حالا نباید بگی آدم مثلا یک کسی رو شما رو مثلا زن و همه فامیلیتون رو بکشن، تو دیگه میمیری یه آدم جدید به دنیا میاد. قبوله، اینو داشته شما قبوله میاد. ولی تو قاتل که نمیشی، شاید بشی. نه به جنون میرسی. این که شاید بشی باید برای من بیننده توضیح بده چی شد. بلک میرور یکم سطحیه تو این. خب من یه چیزی بگم علتشو، چیزی که من برداشت کردم اینه چارلی بروکر خیلی عاشق شوکه کردن بیرنده است در انتها. یعنی تو یه حدسی زدیم، ما یه حدسی داشتیم که خیلی منطقی بود، نمیده اون نشد، سورپرایزمون کرد. خب و به واسطه اینکه میخواد سورپرایز کنه یه چیزایی رو فدا میکنه. شاید اگه یه سری پلان ها نشون میداد که این آدمه تبدیل به آدم خشمگینی فراتر از اون حد تصور ما رسیده، برامون منطقی میشد. یه چیزایی کمی نشون داد از این جنس که علارغم خواسته یه زنه سعی میکرد باهاش رابطه برقرار بکنه، یا یه بار بچه رو زده بود، کافی نبود واقعا.
اما چون میخواست سورپرایز کنه اینور منطق و خدشه دار کرد به نظر من، ولی باید یه سری فکتا نشون میداد که این آدم تبدیل شده به اینو فهمیدیم که تبدیل شد به آدم دیگه ای، ولی اینکه تبدیل شد به جنایتکار رو دیگه اینا رو گذاشته به حساب مثلا خودمون بفهم این آدم دائما تو اگنیه، مثلا تو تنها اونجا میشینه، عاشق زن همکارش شده، اصلا میدونید خراب شده قشنگ، همه چیش خراب شده. اینو مثلا گذاشتن خودمون بفهم، بلک میرور وقت نمیذاره رو این چیزا معمولا. بخاطر همینه که میگه اگه سینمایی بود میتونست طولانی تر بود بهتر میشد. حدسی که ما تا حدودی داستان پیشرفت اینو فهمیدیم که این جابجایی حسادت برانگیز خواهد شد و آدمه دوست داره که بره تو اون بادیه بمونه و ما اینو حدس زدیم که یک درگیری بین این دوتا رخ میده و اون آدمه چون در انفرادیه و تو هفته یک ساعت کلا میرفت و یک نقاشی رو میکشید و گفتیم خب اوکی اگر اینور یه هفته وقت داره، وقت داره یه چیزی رو برنامه ریزی کنه و ایدهش چی میتونست باشه؟ ایدهش این میتونست باشه که اوکی من یه ساعت میرم نقاشیمو میکشم، اومدم بیرون اینور ارونپالو میکشم و دوباره برمیگردم و با این روی کرد که من ارونپالم و دیگه اون پسره قرار نیست بیاد و زندگی این آدم رو ادامه بده و اینجا میتونست هزاران برای خانواده نقش بازی میکنه که من آدم واقعی خانواده‌ام. آره. و به جای اون همیشه بیاد و اینجا ایده اینسپشن اومد تو ذهنمون. یادمه یه جا گفتم کاش این دوتا با هم یه کدی بذارن که من اگر دیدی شک کردی از من بپرس مثلا به زنش بگه آره شب چه رنگیه، اگه گفتی زرد من میفهمم تویی. ما حتی تا این حد هم پیش بینی کردیم که قاعده اینجوری پیش میره، ولی خب سورپرایزمون کرد. حتی به اینا فکر کردیم، گفتیم که نه آقا این که چیزی که تعریف کرده که این آدم قاتل که نیست، یه درگیری بینشون داخل اون شاتل تو اون سفینه اتفاق بیفته که باعث مرگ ارونپال بشه، بعد این بگه که خیلی خب این مرد دیگه، من از این فرصت استفاده میکنم به جای این میرم. این منطقی بود، خیلی سورپرایزمون کرد وقتی دیدیم که اینو بیرون نگه داشت، رفت با این زن و بچهش رو کشت، اومد بالا. مفهوم جالبی هم میخواست برسونه که حالا منو درک کردی، حالا هیچی نداشتن رو فهمیدی، بیا بشین کنارم، حالا من و تو با هم مساوی شدیم. اونجا شاهکار. ولی میگم این کاراکتر اونجور پرداخت نشده بود که ما ازش بپذیریم این جنایت رو. مشکلم فقط اینه، حتما چارلی بروکر براش جواب داره. برای منم اوکی بود. تو پذیرفتی. پس اگه ده بش ندی دیگه. میدونستین که این دومین حضور ارون پال توی بلک میرره؟ کجا بود قبلا؟ توی همون اپیزودی که یادم نیست SIS یا SUS. ته اپیزود همون بازیه که اینا رو اسیر کرده بود توی سفینه. ته اپیزود یه نفر حرف میزنه با کاراکتر. صداش میاد. ارون پال. لیتیکش الان پخش میکنم که مردم حداقل بشنون که قضیه چی بوده. و چون اونجا هم بحث سفینه و فضانوردی و اینها بود، اینجا معنادارتره که اینم باز فضانورد. میخوام یه سوال ازتون بپرسم. من گفتم توی اینستاگرام هم مطرح کردم که خیلی دوست داشتیم این اپیزود و ما ستا، من گفتم من دوست داشتم، نمیدونستم با هم دیدیم. یه نفر یه سوال جالب پرسید، گفت از بیس این قصه نابوده، اگر جسم اصلی رو زمین میموند کپی میرفت فضا، دیگه هیچ مشکلی هم پیش نمیومد، چرا کپی رو نفرستادن فضا؟ من جواب بدم. جسم بمونه زمین. میگه چرا ربات ها رو نمیفرستن فضا؟ چون ربات ها نگرانی برای مردن ندارن، خیلی راحت میتونن یک حجم زیادی پزینه شده که برن سفینه رو مثلا فکر کن اون اختلاف برای کپی ها میفتاد، میزدن میکشتن همون، ولی چون میدونن ما اون نسخه اصلی هستیم و ما تو این فضاپیمایی هستیم مهمیم. آفرین. یعنی آدمه به واسطه اینکه آقا اون نسخه اصلیه تو اون فضاپیماست، دیدی که همون نابود نکردن. چون اگه یکیشون بمیره منم میمیرم. منم میمیرم از بمیرم. پس یه چیز مهمه. حتی اینجا خانواده‌مون هم مهم نیست. فضاپیمایی انگار پایان رسیدن ماموریت مهم بوده. مسئله بقارم پس آره. اگر کپی بود، فکر کنم اگر کپی بود ماموریت خیلی ارزشش میومد پایین. چه سری محدودیت‌هایی داره رباتی که نگفتی اینا رو؟ شاید اون آره دولش نبود دیگه، ولی نه با مرد بجازه یکی از محدودیت هست که شاید خیلی مهم باشه، ولی محدودیت دیگه هم داره. ببین من چون این سوال، این باگی که بهش گرفتم، فکر میکنم این باگ جهانیه که خیلی ها دارن بهش میگیرن. خیلی بعیده چارلی بروکر بهش فکر نکرده باشه. خنده داره که او کپی رو میفرستیم. من فکر میکنم که در راستای چیزی که تو گفتی، آره اصلا پروژه اینه، بقای انسان در فضا،
رفتن که ببینن این آدما چقدر میتونن زنده بمونن. شاید اصلا پروژه تحقیقاتی در مورد اینه سالم بود. چون اصلا داشتن گیاه تولید میکنن، انگار داشتن در مورد بقا هر کپی رو بفرستیم اونجا، اصلا این پروژه ها رو پیش نمیره. چون میدونم خیلی ها این ایرادو ازش میگیرن، خوب شد که ما هم منطق خودو، اگر منطقو میتونید باز دوچار خدشه بکنید بکنید توی کامنت ها وارد بحث آره وارد بحث بشیم در موردش. من اگه بخوام نمره بدم به این اپیزود که بازم میتونست به دنیای تکنولوژی تنه زده باشه مستقیم و بلک میرری بود به نظرم و به همون اندازه‌ای که انتظار داشتیم دارک بود، 8 بهش میدم. به نظر من یکی از بهترین قسمت‌های بلک میرر سینماتوگرافی خیلی خوبی داشت. چه سری شات‌ها بی‌نظیر بود. یعنی می‌تونی اون اسکرین شات بگیری بنزی پشت صفحه، دیالوگا، کاریوگراف کاراکترها رو صحنه، موزیک خوبی داشت تا. برای همین به نظر من اصلا تو کل سری بلک میرر هم جزء تاپ‌هاست. یعنی شاید حتی جزء تاپ 10 بره. برای همین منم بهش 8 میدم. آره واقعا سه یا سه و نیم. من این که استعداد سینمایی شدن داشت و حالا میگم دیگه یه مقدار حالا هر چی، ولی خب انقدر تالنته قطعا امتیاز بالایی میدم، هم به ایده هم به روایت تصویربرداری و همه چی اینا، و منم موافقم باهاتون 8 بدم. حرفمو تموم شدم بود این اپیزود. آره فکر کنم خب همونجوری که میدونید سپهر هم کانال یوتیوب داره و کانالش از منم قدیمی تره. ما این برنامه رو به صورت مشترک ساختیم تا این اپیزود رو قرار شد که در کانال من ببینید. الان ویدئویی یعنی ادامه این ویدئو رو که در کانال سپهر قراره پخش بشه رو میذارم، کلیک بکنید برید ادامه این ویدئو که میشه بررسی اپیزودهای 4 و 5 و یک نتیجه‌گیری کلی رو در کانال سپهر فیلمر ببینید. See you there. ما احسان که اینو رفت، دو قسمت بعدی هم تو آبش هم بدون آیوزه بخوره. خیلی واقع دمتون گرم.